من این نامه رو کاری ندارم به کی نوشتم، اصلا بالاش هم نشون ند، به یکی نوشتم، به یه مسئولی نوشتم، این جانب فلانی، آیا اسما رو نشون ندینا، این جانب فلانی بازنشسته تامین اجتماعی به جهت تهیه هزینه درمان ضروری برای دریافت وام 3 میلیون تومانی به صندوق مراجعه فلان، 3 میلیون تومان وام خواسته. پارافایی که زیرش هست و براتون میخونم، حالش رو ببرید. پارافایی که زیر نامه 3 میلیون تومان وام شده. پاراف اول، چقدرم پاراف داره، کدوم اولش کدوم؟ آها، با سلام و احترام لطفاً اقدام لازم مبذول فرمایید، سپاس. رئیس اصلی اینو نوشت، رفته یه رئیس پایین تر، رئیس پایین تره نوشته که مراتب جهت موافقت با مبلغ 1 میلیون تومان وام از محل مذکور اعلام کردن. یعنی رئیس پایینیه گفته که دو اینه ببخشید، رئیس اولیه گفت اقدام لازم مبذول برای 3 میلیون وام، رئیس دومی گفته مراتب جهت بررسی به دایره مالی با احترام، رئیس سومی نوشته که بسم الله تعالی ستاد اجرایی پس از بررسی مراتب مقرره جهت اقدامات بعدی عنایت فرمایید. یعنی تا اینجا 3 رئیس پشت سر هم گفتن که عنایت فرمایید، لطف فرمایید، بررسی فرمایید. حالا میریم رئیس چهارمیه. رئیس چهارمیه نوشته با توجه به نیاز فوری نام برده، مبلغ وام جهت همکاری لازم به آن دایره کمال تشکر را دارد. این رئیس باید برگرده دوره انشا نویسی را هم یه بار دیگه ببینه. ولی بالاخره نوشته که آقا مبلغ وامو یه کارش بکن. رئیس بعدیه که رئیس معاون اون رئیس قبلی حساب میشه برای 3 میلیون وام، الان 20 تا رئیس دستور دادن، اون رئیسی که الان دستور داده که معاون رئیس قبلی است اینه، مراتب جهت موافقت با مبلغ 1 میلیون تومان وام قرض الحسنه اعلام میگردد. یعنی اون 4 تا رئیس قبلی تشخیصشون اشتباه بوده، اگه گفتن 3 میلیون وام بدید، آقا بدید وام رو ایرادی نداره، من میگم 1 میلیون وام بدید. اون رئیس چهارمیه اینو فرمود. پنجمیه، رئیس ششمیه چیو گفته؟ کو؟ این شیشه بله. معاون اون رئیسی که میگه آقا 1 میلیون وام بدید اب نداره، نوشته که به جهت عدم تأمین هزینه صندوق با مبلغ 500,000 تومان موافقت کردید. ستاد اجرایی خواهشمند است. بعد خواهشمند است بقیهش هم ننوشه. خواهشمند است ایشان را کنف فرمایید. خواهشمند است که به ایشان مساعدت فرمایید یا هرچی. همینجوری این فیلم های اصغر فرهادی آخرشو باز گذاشته. نوشته خواهشمند است. حالا دیگه خواهشمند است چی؟ پس رسیدیم به رئیس ششم، 3 میلیون تومان شد 500,000 تومان. حالا میریم سراغ رئیس هفتم. رئیس هفتم از اون رئیسای هفت گوشکن بوده، نوشته که با اعطای وام به مبلغ 500,000 تومان طی سال آتی موافقت میکردن. یعنی امسال رو صبر کنه، سال بعد 500,000 تومان ایشالله اگه خدا بخواد مسئولین هم همت کنن، داداش گلم سال بعد بیا 500 رو بگیر. کار میرسه به رئیس هشتم. از اینجا بعد یه موسیقی غمگین بزن بی زحمت. رئیس هشتم میمیسه که حسب اطلاع روابط عمومی نام برده 3 روز پیش فوت شده است. مبلغ 200,000 تومان جهت کمک به هزینه کفن و دفن ایشان با اقساط 6 ماهه با سود 6% به بازماندگان پرداخت کرده است. با سپاس.